نظامی افغانستان تحت رهبری ابرمرد تاریخ مارشال عبدالرشید دوستم در کوههای سرپل، بلخ، زاری و فاریاب جابجا شدند. محترم مارشال دوستم برای قمانداران خود از بازگشت دوباره صحبت کرد و مدتی به دوباره سنگرهای دا برگشت. مارشال دوستم بعد از ورود به بدخشان با صحبت‌های آتشین خود حمایت مردم بدخشان را به دست آورد و از آنجا با مارشال فقید محمد. وقتی که مارشال دوستم به پنجشیر وارد گردید، توسط قمندان احمد شاه مسعود به شکل تاریخی پذیرایی و بدرقه صورت گرفت. در این برهه حساس حادثه 11 سپتامبر صورت می‌گیرد و کشورهای غربی با استفاده از نیروهای اجتماعی عبدالحق و حامد کرزی وارد صحنه می‌گردند. در این اثنا عبدالحق توسط طالبان اسیر و اعدام می‌گردد و کشورهای جهان زیادتر به ولایت‌های شمال متوجه می‌شوند. کشورهای غربی با مارشال دوستم مراجعه می‌کنند و مبارزه را علیه طالبان با مارشال آغاز می‌کنند و جنگ شدیدی میان طالبان و نیروهای مارشال دوستم آغاز می‌کنند. با حمایت هوایی نیروهای آمریکایی مارشال دوستم می تواند در اندک زمان ولایت های بلخ، سرپل، جوزجان، بغلان و سمنگان را از تسلط طالبان خارج نماید. مارشال دوستم بعدا به ولایت قندوز که مرکز تجمع طالبان فراری بوده است حرکت می کند. در این اثنا طالبانی که در قلعه جنگی حبس بودند از نبود مارشال سوء استفاده کرده بالای نیروهای مارشال دوستم حمله می کند. در جریان جنگ یکی از نیروهای ویژه امریکا کشته می شود و بعدا تصفیه ترورستان طالب آغاز می گردد. از جانب امریکایی ها این قهرمانی مارشال دوستم به شکل حیرت انگیز تماشا می گردید. طالبان در مقابل حملات هوایی کشورهای خارجی در کابل نیز تضعیف گردیده فرار را برقرار ترجیح می دهند و متواری می گردند. در این شرایط حساس مارشال دوستم شرایط اسیران جنگی طالبان را بررسی می کند. برای آنها رسیدگی نموده و انسانیت آنها حرمت می گذارد. زخمی ها را تداوی و مریض ها را عیادت می نماید. مارشال دوستم آنقدر محبت آمیز با اسیران طالبان برخورد می کند که حتی بسم الله الرحمن الرحیم. بچه حال شما بخیر، میریم پیش مادرتان، پدرتان، پیش قوم خیشتان رفتین، از طرف ما زیاد سلام بگین. شما برای همه گی سلام بگین. شما نام ما را شنیده بودین ندیده بودین؟ بله. خونه جنرال دوستم هستیم. بله. به خاطر بارها گپ ما امی بوده جنگ در افغانستان رای حل نیست. ما شکر مسلمان هستیم، در افغانستان یک دولت اسلامی میخواییم. آنها را هموطنان خطاب می نماید. برای آنها مواد غذایی و خوراک نیز تأمین می کند. برای آنها وعده داد تا به خانه هایشان بفرستد و تعداد 7000 اسیر طالب را صحت و سلامت به خانه هایشان می فرستد. مردم افغانستان از مارشال دوستم به خاطر آزادی کشور از اسارت طالبان و تروریست تشکری می نماید. همچنان مارشال دوستم همان شبی که اولین تلویزیون خصوصی را تحت نام تلویزیون آینه اساس گذاری کرده بود، برای مطبوعات و رسانه ها وقت زیاد می گذارد. نویسنده ها، هنرمندان و گویندگان رادیو تلویزیون را تقدیر و تشویق می کند. این مدنیت طلبی مارشال دوستم محبت او را میان مردم ازدیاد می بخشد. اولین بار صدای زن از تریبیون تلویزیون آینه بلند می گرد. مارشال دوستم بعد از تصفیه تمامی ولایت های شمال، شمال شرق و شمال غرب و کابل می آید و منحیث معاون سرقومندانی اعلای قوای مسلح و وظیفه آغاز می نماید. زمانی که مارشال دوستم با حامد کرزی ملاقات نمود، کرزی با تعارف زیاد مارشال را نماد قهرمانی ها و قهرمان فرزند افغانستان هستین و 4 سال پیش، 5 سال پیش شما با همین اصحاب نمودگان شما در حقیقت باعث وحدت افغانستان شد. شما
خران خواب میستن آن یک مشر است با وصفت خران خواب یک مشر جایگار در خان معلوم است تثبیت است او را نه حکومت تغییر داده میتونه او را نه افراد تغییر داده میتونه هیچ چیز را تغییر داده میتونه به یک جایگاه تثبیت است از این لحاظ شما از مردم افغانستان هستید در مقام رهبریت قرار دارید در مقام عزت قرار دارید در مقام آبرو قرار دارید همین جنرال صاحب دوستان خودش هم مقام هستند شما خبر دارید مردم خیر شکایت از کسی بیدار دل دوستم دیدم بر این بار این دو سر شیار دل تا بکر کلاس در خدمت کلر مزخار زار آرمانی کل بکل کلمان بچین تیار دل مردم قلب شیعه عشق زیبه دابه آن اتلد کنچلردن رسمیت تاب کردنیز بیرم اقلدن تارخین ملیند سنجر آبه bir nakıldan tarihin neyindi sen cerrabın Rabberi Ali Mukamin doğru yolunu kölde gel Kuregamdan nesliden sen dostum kayardın Madımı kayır şicayet aşk özü bir darbın